در حقیقت تمام سوال شما سوال بسیار جالبی است و در ارتباط مستقیم با بحثایی که اونجا می‌کنیم و به ویژه با این متن کنستان و متن روسو. و به نظر من بین 5 تا سوالی که شد در حقیقت میتونم بگم که یه تعداد از سوالات ارتباط مستقیم پیدا میکنه با متن کنستان و این تفاوت آزادی بین قدما و متجددی، و یه تعداد از سوالات ارتباط مستقیم پیدا میکنه با اینکه خوانش ایرانی از این متن امروز چیست و چگونه ما به عنوان ایرانی میتونیم این متن بخونیم یا این بحث رو بیاریم تو بحث در حقیقت تو چارچوب ایران امروز. من در درجه اول بگم که به نظر من این متن کنستان و این بحث بین روسو و کنستان یک بحث کاملا امروزی است و بحثی است که الان مدت هاست که داره تو اروپا انجام میشه. یعنی اروپایی ها به ویژه اروپایی های لاتین که به این متون نزدیکتر هستن، این بحث ها براشون بحث های حیاتیه. من براتون یه مثال خیلی بارز میزنم برای اینکه فوری متوجه میشه که چرا این بحث حیاتیه. در فرانسه یکی از بحثایی که ما از حکومت سوسیالیستا تا کنون داشتیم، یعنی از سال 1980-81 تا کنون داشتیم، بحث به این است که در فرانسه دموکراسی مهمتره یا جمهوری خواهی. روشنفکران فرانسوی و سیاستمداران فرانسه به دو دسته تقسیم شدن. عده‌ای که میگن که ما دنبالروهای انقلاب فرانسه هستیم و جمهوری خواهی و اصل جمهوری خواهی بر ما از مهمتر از اصل دموکراسی هستش. بنابراین ما با استناد به اون اصل جمهوری خواهی به زنا میگیم که برقع نداشته باشن، به تمام مدارس میگیم که مدارس پابلیک و مدارس عمومی میگیم که درسای مذهبی و دینی نمیتونن داشته باشن، ما و خیلی از اصول دیگه. بنابراین اینو برمیگرده اینطور که ما به نوعی حاضرین، حالا نمیگن که ما دموکراسی زیر پا میذاریم، ولی ما به هر حال یک سری از حقوق فردی و مدنی رو زیر پا میذاریم برای اینکه ما اصل جمهوری خواهی رو میخوایم دنبال کنیم، درسته؟ و این اصل جمهوری خواهی این اصلی است که انقلاب فرانسه به ما داده، یعنی دستاوردی است که اونها اعتقاد دارن، مثل ناپلئون که اعتقاد داشت که این دستاورد یک دستاورد جهانیه، نه تنها فرانسویه، نه تنها اروپاییه، بلکه جهانیه، یعنی باید به همه جای دنیا بردش و به همه جای دنیا اینو این دستاورد داد. خب این بار برمیگردون دقیقاً به همین سوالات که برخی از شما کردین، حالا قبل از اینکه من به قسمت ایرانش بپردازم، و اون این نیست که این بحث سوال در مورد قلمرو خصوصی و عمومی که کردید و این بحثی که به هر حال آیا این بحثی که به کنستان میکنه در مورد کوچک بودن فضای گستره همگانی در آتن و اسپارت و روم و بزرگ شدنش در دوره های اروپای قبل و بعد از انقلاب فرانسه، آیا این بحث درستی یا نه، یا اینکه بحث وقتی آزادی مشارکت هستش و این تناقض با رفتار جمهوری خواهی پیدا میکنه یا نه. به نظر من اولا یه بحث اولی من بکنم که چون من خودم در حقیقت شاگرد یک سری از افرادی هستم که با کنستان مخالف بودم و اونها متفکرهای رادیکال در حقیقت و نه لیبرال فرانسوی بودن که اتفاقا به این متون خیلی استناد میکردن و اعتقاد داشتن که کنستان به نوعی و افرادی مثل کنستان یا لیبرال های قرن 19 به نوعی خانشی که از روم و یونان باستان دارن غلطه. یعنی وقتی مسئله بردهداری رو مطرح میکنن درست نفهمیدن، به وقتی که توجهی که به مسئله جمهوری خواهی دارن در روم، برای اینکه ما در یونان تو جمهوری خواهی نداریم، رومانی که ما دموکراسی مستقیم داریم، اونم بدون شرکت بردگان، زنان و کودکان، ولی میگن خب اون جنبه های دیگه اش برای جنبه هاییست که باید بهش توجه کرد. و بردهداری در دوره قدیم با بردهداری در دوره جدید اونطوری که ما مثلا در فرض کنیم که در عربستان می‌بینیم یا در آمریکا می‌بینیم یا مثلا ما در اروپا می‌بینیم کاملا تفاوت داره. یعنی اینطور که تئوریشو میگن کاملا تفاوت داره، پشتش هیچ گونه نژاد پرستی نیست، هیچ گونه نژاد پرستی نیست. یونانیا اعتقادی به این نژاد پرستی، یعنی یونانیان باستان آنتنیا اینا اعتقاد به این نژاد پرستی نداشتن، ولی اعتقاد داشتن که اگه شما می‌خواید اینو شما تو کتاب توسیدیدس هم می‌تونید جنگ پلوپونز ببینید،
پریکلس وقتی میاد درباره آتنیا صحبت میکنه میگه ما آتنیا باید از مادر و پدر آتنی زاده بشیم برای اینکه شهروند آتن بشیم. این یکی از اصولیش که بهش اعتقاد داشتن. متیساژ رو قبول نداشتن. چیزی به نام متیس اصلا قبول نداشتن. میگفتن اونا آدمایی که مخلوطاً متیسن. درسته مالتی کالچورالیسم مدرن هم براشون معنی نداشت. اصلا نمیتونستن کانادا و اینا رو موقعی وجود نداشته ولی اصلا چنین چیزی براشون مفهوم نداشته. همونقدر که میگفتم امپراتوری ایران براشون مفهوم نداشته. ولی تناقضی برای حالا این بحث برده‌داریه و اینکه تا چقدر کنستان این مسئله رو درست فهمیده یا نه. ولی مسئله مهمتر اینیست که وقتی که در کنستان به عنوان یک متفکر مدرن که به هر حال انقلاب فرانسه رو دیده و وحشت هم دیده و دوره میاد به طرف یک شرایطی که این شرایط میخواد یک توازن و تعادل خودش پیدا کنه و نمیش پیدا نکرده و این شما فراموش نکنید ما داریم در مورد اول قرن 19 صحبت میکنیم که هنوز وقتی کنستان این متن مینویسه بسیاری از انقلاب ها در انتظارمونه. یعنی ما هنوز ویکتور هوگو و بینوایانش در انتظارمونه، ما انقلاب هایی که مارکس و انگلیس و دیگران درباره صحبت میکنن در انتظارمونه، ما بلانکی و لوبلان و اینا همه در انتظارمونه، هیچ کدوم در این اینا نیست. این اول قرن تازه نوشته شد. درسته یعنی در دوره ناپلئون جنگ های ناپلئونیه این الان دوره نوشته میشه به نوعی. ولی چیزی که خوشحالشون میکنه اینیست که و اینقدر امید بهشون میده برای اینکه این متن به نظر شما میرسه که این متن است که امیدوار کننده است دیگه. به خاطر اینکه اینا از وقوع وحشت در اومدن. ترمیدور تموم شده و روبسپیر و سنجوست هم سراشون بریدن و اینها آدمایی هستن که میخوان در و مارکیزوس ها در مورد همین دوره است میخوان در مورد یک جامعه بورژوای جدید صحبت کنن که میخواد در مورد فضاهای خصوصی صحبت کنه ولی هنوز در جنگ و سلطنت برای اینکه هنوز شما در این دوره که اینو می‌نویسن شما بر خاطر همینه که اینقدر درباره جمهوری خواهی صحبت می‌کنه برای اینکه سلطنت اون پوشه خوابیده دوره برمیگرده. اگه شما کنتمونت کریستو الکساندر مورا خونده باشی می‌دونید که اصلا کنتمونت کریستو به خاطر همین می‌برنش در اون زندان معروف شاتو دی زندانیش می‌کنن. خب اینا پس براشون پشت ذهنشون جمهوری خواهی همونقدر مهمه که برای بسیار جمهوری‌خواهان امروز ایران که ما میخوایم که یک جامعه داشته باشیم که دو مرتبه بازگشت به سلطنت نباشه. دو مرتبه ما نمیخوایم یک خاندان پهلوی اینا به بوربون نمیخواستن دو مرتبه. نمیخواستن خانواده بوربون دو مرتبه بیان. پس این مسئله مهمیه. ولی یک مسئله دومی هست که اون این که شما میگید تناقض اصلا تناقض نیست. کنستان اتفاقا بحثش بحث امروز ماست. یعنی میگه که ما آزادی داریم ولی باید حواسمون باشه که ما مشارکتمون اگه کنار بذاریم استبداد دو مرتبه پیدا میشه. و اتفاقا چند دهه بعد از او توکویل درست همین حرفو میزنه چون توکویل هم میگه که دموکراسی میتونه تبدیل به استبداد بشه. ولی شما برای چی چطوری میتونیم استبداد نشه؟ با فکر عامه. میگن اگه فکر عامه وجود داشته که این میگه جمهوری خواهی، اگه رفتار جمهوری خواهی وجود داشته باشه که رفتار جمهوری خواهی اینجا صفحه 9 میگه اون بالای صفحه میگه که certain republican practices رفتار جمهوری خواهی، اعمال جمهوری خواهی، اعمال جمهوری خواهی یعنی همین مشارکت. و اینجا به نظر من هیچ تناقضی نیستش در حقیقت. و در ادامه صحبت قبل از که زودتر برسم به اون بحث ایران من فکر میکنم که ما در دوره خیلی خیلی نزدیک به خودمون هنوز این مسئله تعداد و شمار و اندازه واحدهای سیاسی رو داشتیم و هنوزم داریم. خیلی جالبه که تا سالهای 1980 یعنی تقریبا 20 سال پیش در یکی از کانتونهای سوئیس آلمانی یک کانتونی بود که مردم هنوز مثل آتن گذشته می آمدن رأی می دادن. یعنی اینقدر تعدادشون کم بود که می آمدن و وجود دستشون بلند می کردن رأی می دادن. و اون کانتون تا سال 1984-85 مردها اجازه نمی دادن زنها شرکت کنن در امور اجتماع با رأی مستقیم. یعنی دموکراسی موجب می شد که زنها این دوران آتن از گستره همگانی بیرون رانده بشن. خیلی دموکراتیک برگزار میشد ولی زنها چون همه مردها می اومدن دائما رأی میدادن و تعداد زنها کمتر از مردها بود همیشه اکثریت با مردها بود تا یه موقعی که اینها برابر شد
از نظر جمعیتی